صبح همگی بخیر. امیدوارم که ظهر دیگه آره. امیدوارم که همگی در سلامتی و امنیت خداوند هفته خوبی رو تا الان داشتید و آمین که امروزم برکت بگیریم و بتونیم هفته دیگری رو با خداوند شروع کنیم. چه گلای قشنگی اینا رو چیده؟ سه هفته پیش به 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 سه هفته پیش؟ هفته قبل بود؟ آها. به هر حال مرسی، واقعا زیباست، مخصوصا الان که دیگه تابستون هم هست. خب خدا رو شکر، شکر برای وجودتون عزیزان. امروز موعظه‌ای که داریم در مورد ارتباطات هست، مخصوصا شمایی که مشاوره و رو کارهای دیگه انجام میدید. فکر می‌کنم این درس خوبی باشه که به ما کمک کنه. و ای شبان اعظم گله خداوند عیسی، داماد پرجلال سماوی بهر کلیسا. بیشتر راجعش صحبت خواهیم کرد که چطور میتونیم، چه کمک هایی میتونیم به ما در واقع انجام بده. و ارتباطات یه مسئله مهمی هست. منظور وقتی ارتباطات، شاید یاد مثلا حالا سوشال مدیا یا مثلا چیزهای اجتماعی بیافتیم، شبکه‌های اجتماعی یا چیزهای دیگه که بخشی هست، اما من راجع به ارتباطات که امروز صحبت می‌کنم کم بازتر می‌کنم که منظورم از ارتباطات الان چطور هست. هرچند اونا هم جنبه‌های زندگی ما رو در بر می‌گیره، فرق نمی‌کنه که من اگر توی زوم هستم، درسته؟ اگر بیرون هستم با مردم ارتباط دارم، این هر دو مهمه که یادآور من باشه که من یک مسیح هستم و فرق نمی‌کنه چه در خونمون، چه در بیرون، چه در داخل، چه در اینترنت، در هر جا به عنوان یک مسیحی در واقع قراره که نور و نمک باشیم. اما بیشتر صحبت می‌کنیم، بزنیم با هم قبل از اینکه سراغیم بریم با هم دعا کنیم و از خداوند بخوایم که امروز ما رو هدایت کنه و به ما کمک کنه که بتونیم در او عمیق‌تر پیش بریم. بزنیم با هم دعا کنیم. خدای پدر، تو رو شکر می‌کنیم و از تو سپاسگزاریم که امروز هم فرصت رو فراهم کرده ای خداوند که راجع به تو صحبت کنیم، به خصوص ارتباط، آنچه که تو همیشه نسبت به اون اشتیاق داشتی. از زمانی که آدم و حوا رو آفریدی خداوندا، تو شروع کردی با یک ارتباط مخصوص با اونا داشتن ای خداوند، ارتباطی که با تمام حیوانات، با تمام چیزهایی که تو آفریدی متفاوت بوده ای خداوند. تو انسان رو آفریدی که با اون مشارکت داشته باشی، با تو مشارکت داشته باشه ای خداوند. میدونیم که به خاطر گناه این ارتباط شکسته شد و شکستگی گناه دنیا رو در بر گرفت خداوندا. برای همینه که بعضی از ارتباطات امروز شکسته است، ولی روح خودت رو در ما گذاشتی که هر روز در این ارتباطات قوی تر بشیم ای خداوند. از پوری تو بهره ببریم که بتونیم آن تو رو جلال بدیم ای خداوند، حتی در این دنیای شکسته شده ای خداوند. به ما کمک کن امروز هم این پیام خداوندا، به ما کمک کن، به من کمک کن به عنوان خادم خودت که بتونم پیام تو رو به درستی اعلام کنم خداوندا، تحت هدایت تو، تحت کمک تو ای خداوند. و بتونه اینم گوشه و کناری از زندگی ما رو پر کنه که بتونیم بهتر آن نور و نمک برای تو باشیم ای خداوند. بسیار ممنونیم خداوندا. روح القدس بین ما بخرامان، حضور تو در اینجا باشه ای خداوند. فکر ما، قلب ما رو تحت تسلط خودت قرار بده ای پدر، به نام عیسی مسیح، آمین آمین. خب خدا رو شکر. اول بذار یه تشویق کنیم. برادر محمد عزیز هفته که در کمپ بودیم قلبش رو دادن به عیسی مسیح، تشویقش کنید. اونجا تعمید گرفتن و حالا یه روز بیشتر شهادت رو میشنویم. یه سال خورده پیش، درسته، دعوتش کردم و دعوت رو رد کرد و بالاخره خداوند دوباره اونو آورد توی کم، اتفاقا تو گروه خودم هم اونجا هم که بودم با امیر عزیز. و خدا رو شکر برای کار خداوند. اون وقت زمانش نبود، ولی زمان رو خدا فراهم کرد و من خوشحالم که امروز به عنوان برادر ما در مسیح و فرزند خدا در بین ما هستی. خدا رو شکر بر وجود. آمین. اوکی، موضوعی که امروز داریم در مورد اینه که حرمت نهادن به مسیح از طریق ارتباطات مؤثر. در واقع بذار یکم راحت‌تر اینو بگیم جمله رو. چگونه میتوان با داشتن ارتباطی بهتر شاهد بهتری برای مسیح بود؟ چون ارتباطات ما، وقتی که ما شاهدان مسیح هستیم، خب ارتباطات ما دیگران مهمه.
شما در کانسلینگ یا در مشاوره‌ای که انجام میدید، یکی از بخش‌های اساسی که کنم جنی بیشتر از همه ما بلده، در بخش کانسلینگ یا مشاوره ارتباط مهمه. درسته جنی؟ اگر ارتباط ما خوب نباشه مردم، درسته؟ پیش ما نخوانم. پس خوبه که اینم روش کار کنیم، چون ما به عنوان مسیحیان خدا میخواد که با ما مشارکت داشته باشه. چطوری؟ خدا کارش چیه؟ که مردم رو به صلح بازگردونه. یادتونه دوم قرنتیان باب 5 آیات 17 تا 21 راجع به صحبت میکنه که خدمت آشتی به ما سپرده شده، خدمت صلح. درسته؟ چطوری میخوایم؟ میگه برید به اونا اعلام کنید بیاید با خدا آشتی کنه. اگر من پیام صلح و آشتی رو دارم و ارتباط من با دیگران شکسته هست، بد برخورد میکنم یا اصلا جنبه های دیگری رو نشون میدم، فکر میکنید به پیام آور صلح من کسی واکنششون میده؟ سخت خواهد بود، خیلی سخت خواهد بود. اگه بخوایم دیگران رو قضاوت کنیم یا دیگران رو نفهم از جنبه های مختلف نگاه کنیم، که چند بخشم رو نگاه خواهیم کرد، کار سخت خواهد بود. و متاسفانه خودم رو میگم، ما به عنوان عزیزان فارس زبان تو این مسئله یکم ضعیف هستیم و اینه که نیاز به توسعه داریم، نیاز به مهارت داریم. درسته؟ حالا وقتی ما ارتباطات رو انجام میدیم، معمولا بعضی وقتا خب یادمون نره، ما گفتیم که یکی این که ما یه مسیر داریم و یه مسیرم، من این مسیر رو اسمش گذاشتم مسیر مخلوط. یاد چیز میفتم، یه عزیزی بود آشناهامون بود، بعد ایشون اهل سیخ و ویالون میزد، سیخ و سنگ. صوبایی که عمل داشت با یه شعر صوب آغاز میکرد. وقتی نگاهش میکردی خوش خوشان صوب بخیر مثلا فلان، میگفتن طرف چیز امروز خودشو شارژ کرده یا تریاک یا چیز مصرف میکرد. روزی که مواد نداشت چی میشد؟ اصلا در بودا اون کسی نمیذاشت تا یه متری حرکت کنه. دقیقاً. بعضی وقتا ما هم اینجوری مخلوطیم. یه روز، درسته همه ما یادمون نره، احساسات یه چیز واقعی هست. همه ما درگیر باش هستیم. درسته؟ هیچ کدوم بو نیست که حاشیه نداشته باشیم. درسته؟ یا شکستگی نداشته باشیم. پس یادمون نره، اولین چیزی که باید در نظر داشته باشید، ما اونجا ارتباطات چی بود؟ کامل بود؟ ارتباطات ما، یا کامیونیکیشن انگلیسی، ارتباطات ما کامل بود. بعد چی وارد شد؟ گناه چی آورد؟ شکستگی آورد. شکستگی در رابطه‌مون با کی اول؟ دیگه با کی؟ با هم دیگه. آدم و حوا اولین کاری که انجام دادم شروع کردم به ضد هم دیگه صحبت کردن. بعد خدا یادتونه زمانی که خدا مشارکت رو دوست داره، سر ارتباطات یعنی این، خدا آدم و حوا رو آفرید که با اونها چی داشته باشه؟ مشارکت داشته باشه. پس بخش مهمیه. دو، وقتی که اونها مشارکت داشتن، تازه آدم رو آفرید که خوب نیست تنها باشی. اکثر افرادی که معمولا در تنهایی زندگی میکنن شد چیز باشه، یا این تنهایی دو نوع هست، تنهایی که شما خودتون رو ساختید در خداوند و تنهایی دیگری که شکستگی های زیادتری رو ایجاد میکنه. پس دو نوع هست. اوکی؟ حالا این گناه ما رو به چی آورد؟ به دنیای سقوط کرده، شکسته شده. برای همین شکستن، سه شکستن اتفاق داد: رابطه خدا انسان با خدا، رابطه انسان با انسان، و رابطه انسان با مخلوقاتم. اینم شکستگی داره. مریم میتونه بیشتر راجع بهش عادت. پس شکستگی با خلقت خدام داریم. اوکی؟ خب حالا اینجا زمانی که ما به عنوان مسیحی واکنش عمل میدیم، واکنش نشون میدیم، ما در چه مسیری حرکت میکنیم؟ مسیری که آیا صلح درونشه یا همون آشتی، مسیر مخلوط، درسته؟ یا مسیری که نه، برعکس، اون صلح و آشتی رو نداره، جنبه های زندگیمون در بر نگیره. بزنیم یک کمی صحبت کنیم. عیسی مسیح به ما فرمان داد، در واقع همه مسیحیان دعوت شدن تا چی باشن؟ تا خدمت آشتی رو از تمام دنیا، فرق نمون چه کلیسای محلی که ما جایی که محلمون درنوش عضوی، و چه کلیسای جهانی، همه دعوت شدن تا تمام زندگی خودشون رو به مسیح بسپارن. درسته؟ و ارتباطی مؤثر بتونن با دنیا داشته باشن، یعنی از طریق ارتباطی که ما به درستی انجام میتونیم مسیح رو به دیگران بشناسیم.
پیام ما قسمتی رو در بر میگیره، کلام ما و ارتباطایی هست، ما بهش میگیم ارتباطای کلامی و غیر کلامی. غیر کلامی مثل زبان بدنمون. یه عزیزی قبلا براتون مثال زدم، اینقدر متاسفانه بد حرکت‌های بد و بد صحبت کرد و اینا که اون شخص اخی گفتین خب برو پیش فلانی بشین که باهات صحبت کنه، گفت نه این عزیز همونقدر که دیدم کافیه برام، دیگه نیاز نیست برم صحبتی ازش بشنوم. پس خیلی مهم ارتباطات ما که چه تصویر رو نشون میده. آیا تصویر به مردم رو دعوت میکنه به صلح و آشتی با خدا، یا نه اصلا تو خودمون جنگه، از خدای صلح صحبت میکنیم ولی خودمون با خودمون درگیریم، یا مخلوطیم. عصرا خوبیم، روزای مثلا سه‌شنبه چهارشنبه مثلا خوبیم، بعد از کنفرانس سلام عزیزم پوری روح خدا با تو باشه، فرداش همونجا تو کنفرانس روح خدا جا مونده، ایشون جلو داره حرکت میکنه. اوکی، پس اینی که کجای جاهایی که شکسته وجود داره. خب مسئله راجع به این صحبت میکنه که شکستگی فرق نمیکنه بین زوجین، بین افراد، خودمون با هم دیگه. مثلا جاهای زیادی رو بعضی از ماها زود رنجیم، شوخی میکنیم ما، ولی به محض کسی یه شوخی با همون کرد تمام زود رنجیم، درسته؟ آماده نیستیم. یا با هم دیگه صحبت میکنیم به یه مسئله پیش میاد، جرأت این رو نداریم بریم رو در رو با هم صحبت کنیم، میریم اکبر بیا جا محمد بیا جا. تمام شهر خبردار شده به جز این شخصی که باهاش داشتیم ارتباط داشتیم. به اون فرد بنده خدا میگه که تو با من مشکل داشتی، کل شهر خبر، با خودم صحبت میکردی، درسته؟ اینم دو جنبه داره. وقتی راجع به متی ما صحبت میکنیم در مورد آشتی اینا، دو تا جنبه داره. یک جنبه شخصی داره اون مسئله، یا جنبه عمومی داره. جنبه هایی هست که به کلیسا و جامعه مربوطه، اون فرق داره، راه و روش برخورد اون فرق داره، ولی جنبه های شخصی به شخص مربوطه، باید شخصی این رو به کار بگیره و صحبت. اینم این یه مسئله دیگه است. اون مثلا من یه مسئله بیان میکنم با یک گروهی، اون گروه میاد برای حل مسئله با این برخورد کنه، نه یک شخص. پس این جنبه های متفاوتی داره از آشتی و صلح اینا. خب عزیزان، بعضی از چیزها هست که ما احتیاج به چی داریم؟ مهارت و توسعه دادنش داریم. من نمیفهم به انگلیسی مهارت چی میشه. مهارت یعنی پرورشش بدیم، رشدش بدیم، درسته؟ بعضی جنبه ها مثلا کلام خدا به ما میگه ایمان، رومیان باب 10 یادتونه، میگه ایمان از کجا میاد؟ از شنیدن میاد، درسته؟ رومیان باب 10 آیه 17 رومانس 17 میگه ایمان از شنیدن میاد، و شنیدن از کلام خدا. یادتونه تو اون سروده هم خوندیم، میگه عیسی مسیح میگه هر که گوش داره بشنوه. دو نوع داریم، شما میتونید گوش داشته باشید ولی هیچ وقت پیام من رو نشنوید. پیام تا کلام خدا وقتی تو نخونی، در قلب جوونه نزنه، در قلبت حرکت نکنه، اون پیام پوچ و بی‌معنیه. گوش ممکنه داشته باشید اما نشنوید. فریسی‌ها گوش داشتن، درسته؟ عیسی بهشون میگه چشم دارید اما کوری. دو نوع کوری داریم، کوری روحانی و کوری جسمانی. کوری جسمانی چیه؟ شخص کور واقعا نمیبینه، درسته؟ کوری روحانی چشم داریم اما حقایق و اون چیزها رو نمیتونیم ببینیم. گوش هم همینطور، میشنوم آره، گوش داره ولی اون شنیدنم در قلب و فکرش نمیره، یعنی تو همونجا. یا مثلا از قبل آماده شنیدنم بخشایی داره، یکی مثلا این که حالت دفاعی داره، من دارم صحبت میکنم، شخص منتظر من تموم کنم به من حمله کنه با پیامش، اصلا به من گوش نمیسونه. یا من دارم صحبت میکنم، قسمتی که دوست داره رو انتخاب میکنه تو پیام من، بدون اینکه من چرا، یا از قبل یه چیزی گذاشته اینجا، آقا من با این میخوام امروز مبارزه کنم، این تو فکرش هم طور که با منم صحبت میکنه همون رو داره دنبال میکنه، درسته؟ یا دفاعیتی یا قسمتی گذاشته. به هر حال همه اینا بخشایی است که ما میتونیم بهش نگاه کنیم و در زندگی هم. چون به زندگی امروزمون ربط داره و اینم ربط داره به زندگی روزمره ما به عنوان یک مسیح، چون ما شاهد هستیم. یه شاهد، عیسی مسیح در کتاب اعمال باب 1:8 میگه برید کجا شاهد من باشید. ما باز اورشلیم، از کجا؟ آره اورشلیم. به نظر من بذار یه پا بیایم عقب‌تر. اول ما نیاز داریم خودمون شروع کنیم، از دلمون، از فکرمون. قبل از رفتن ما از خونه خودمون با شروع کنیم، درسته؟ از خودم
من چطوری در میرم؟ آیا زمانی که مثلا با همسرم سر این مسئله با هم مشکل دارم، از کدوم گزینه استفاده میکنم؟ چطوری ارتباط برقرار میکنم؟ اوکی؟ ما یه چند تا مهارت رو اینجا صحبت میکنیم. عزیزان اگر این مهارت ها توسعه نیابه، مثل شنیدم، مثل چیزهای دیگه، ما به مشکل خواهیم خورد. هم خودمون، هم با دیگران، هم سر کارمون، برای همیشه شکستگی. کسی که بلوغ روحانی داره در این مهارت ها و احتیاج به کمک روح خدا و کلام خدا داریم. درسته؟ بعضی وقتا افراد به ما میگن، میگم عزیز من گوش بده. مثلا من یادم یه برادری یا در زمان صحبت کردم مرتب کلمه رو میگه گوش بده، مثلا با زور می‌خواست این فرد رو. اینجوری هم نمیتونیم کسی رو وادار کنیم که به ما گوش بده، گوش نخواهد داد. اوکی؟ خب پس مسیحیت اصلا یعنی ارتباطات و مشارکت. اصلا مسیحیت یعنی این، ما چیز مسیحیت فردی نیست. اینطور نیست که من کلیسای خودم رو دارم، خودم و خودم و خدا. بعضی افراد چرا نمیای کلیسا؟ مسیحیت اینطوری نیست. نه افطار کنم. مسیحیت یعنی که عزیزان کلیسا رو من افتتاح نکردم. نه پولس رسول، نه هیچ کس. کلیسا رو میدونه کی بنا کرد؟ خدا. فکر میکنی مهم اگه چیز خدا بنا کنه؟ کلام خدا میگه که اگر خدا بنا نکنه زحمت بنایان بیفایده. تو میتونی یه چیزی چهار نفر جمع کنی اسمشو بر کلیسا، ولی اگه خدا بنا نکرده فوراً پایین خواهد ریخت. اوکی؟ شکستگی در کلیساهای موفق خواهند شد که بتونن با هدایت روی خدا این مهارت‌ها و این توسعه ها رو یاد بگیرن، اون شکستگی ها رو کمک کنن. چرا هدف مو اینه؟ اوکی؟ هدف از ارتباطات چیه؟ یکی از مهمترین هدف‌های ارتباط در کتاب مقدس آشتیه، مصالحه است. خدا میخواد که با مردمش مصالحه و مشارکت داشته باشه و شما اون کسی هستی که میخوای انعکاس این آشتی رو نشون بدی. چون وقتی شما میخوای کسی رو دعوت بکنی، اگر رابطه خودتون با خداوند درست نباشه، درسته؟ اگر با دیگران رابطتون درست نباشه، از طریق ارتباطات تو برو با خشمگین با یه نفر صحبت کن، درسته؟ آیا شخص دعوت رو میپذیره؟ اصلا میاد طرف این؟ ممکنه کلام خدا قدرت داشته باشه، ولی مطمئنم از طریق شما، یعنی از شخص شما ارتباط ضعیف رو خواهد رسون. و این رب داره به فرهنگا، به افراد دیگه. بعضی وقتا عزیزان فرهنگا با هم متفاوته. بین یه فرهنگ ممکنه مثلا ما تو ایران علامت لایک کردن به نفر نشون بدید فحشه، ولی اینجا شما لایک مثلا اینجوری میگید یک کارت عالی بود، ولی همینو اگر تو ایران یه جای دیگه نشون بدید. من یادم اولای کار خب اومده بودیم اینجا و با دوستام و فوراً اونا بد برداشت کردن و بعد براشون توضیح دادم که من اصلا منظورم نبود، فراموش کرده بودم که اونجا به این شکل بهش نگاه میشه. شاگرد، اگه کسی میخواد شاهد مسیح باشه، ایزان باید چی باشه؟ اول شاگرد باشه، ماثیتس. اوکی؟ ماثیتس در زبان یونانی یعنی این که ماثومه، یعنی کلن یاد میگیرم. کسی که به طور فعال داره یاد میگیره، هیچ وقت این یادگیری وای نمیسه. اگر تو چه شبان باشی، چه خادم باشی، چه معلم باشی، چه دکتر باشی، چه نمیدونم هر جای دانشگاه باشی، فلان باشی، باید یاد بگیری و همیشه باید این یه چیز فعاله. میدونی خب من توی مسئله تا این میدونی کجا خطرناکه؟ زمانی که شما بگید من توی مسئله عالیم، دیگه هیچ جایی برام نداره که من رشد کنم، این خطرناکه. اوکی؟ پس یاد میگیرم کسی که شاگرد هست، درسته؟ اوکی، متی باب 5 لطفا بیارید، آیات 13 تا 16. متی 5:13-16، متی باب 5 آیات 13 و 16. عیسی مسیح به ما چی میگه؟ ما قراره چی باشیم در دنیا؟ اگر که شما میکروفون رو دارید یا دارید، اوکی، از ترجمه مژده اگه لطف کنید بخونید ممنون میشم. متی صفحه، اگه با صفحه از کتابای مژده میادید، 1130. این بخشی که داریم میخونیم قرار نیست من اینو تفسیر کنم، اینو الان بگم. اوکی؟ شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه میتوان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون ریخته پایمال مردم شود. اوکی، این بهش میگن موعظه سر کوه. یکی از
زیباترین پیام‌هایی هست که عیسی مسیح انجام میده. معروفه، یعنی بین افراد معروفه به موعظه سرکو. عزیزان، بخش‌های مهمی از کلن از این سه تا باب، فکر کنمش این سه تا باب جنبه های اون رو ما در عهد عتیق میبینیم، درسته؟ اما عیسی مسیح میاد این رو به قلب، وارد قلب میشه. یعنی که درست قاتل مشکل ایجاد کرده، قتل انجام، عیسی میگه اصلا ریشه اون از اون خشمه، از اون نفرت و کینه. بیایم ریشه ها رو شناسایی کنیم، بیایم ریشه ها رو از بین ببریم. همون لحظه که اصلا میگه خشم میگیریدم، خودش کتاب مقدس هم میگه خشم آسته، و اگر خشم میگیرید مواظب باشید چی نکنید، گناه نکنید. خشم زمانی که دیگه ما شروع میکنیم به گفته که بچه ها پترات گفتن، اون زمان دیگه مثل تیرهای آتش ها به هر جا شوت میکنیم، میفرسیم، شوت میکنیم. پس عیسی مسیح به ما داره، عیسی صحبت میکنه، میگه شما چی هستید؟ نمکید. عزیزان، کار نمک چیه؟ طعم بده، جلوگر فساد. خیلی جنبه ها داره. واقعا من همینطوری داشتم به نمک فکر میکنم. شما که چیز میکنید، آشپزی میکنید، چیز میکنید، یا بهتر میتونید مثلا اینو توضیح بدید، ولی یه کار خوبی که انجام میده طعم هم میده. یعنی ما مسیحا طعم داریم. وقتی یک طعممون رو دست بدیم چی میشه؟ شاهدیم. دقیقا به درد نمیخوره، میزنن نمک بگرد. نمکی که بی اثر باشه فایده داره. مسیح چرا خاموش، حالا بعدش راجع به نور رو صحبت میکنه، درسته؟ شاهد یعنی چی؟ یعنی من دارم راجع به و هم راجع با زندگیم و هم در مورد خدای زنده که زندگی من را تبدیل کرده شهادت میدم. اگه من بیام با خشم و بد و بیرا با شما صحبت کنم، حمله دارم بهتون میگم، درسته؟ خیلی سخته بخوایم چیز رو، بعضی وقتا ما میتونیم با زور میخوایم مردم رو مسیحی کنیم، فکر میکنیم ما میتونیم، در صورتی که خداست، پدر عیسی مسیح میگه اگه پدر من اجازه نده اصلا نمیتونه نزد او بیاد. باید اجازه، بله، ما باید پیام رو اعلام کنیم، نمیدونیم، چون نمیدونیم کی. ولی اینم مهمه که ما خوانده نشد، دعوت نشدیم کسی رو با زور. ما نمیتونیم قلب یک شخص رو تغییر بدیم، یعنی چیزی نداریم که آچار بندازیم داخل قلبه. خب باز کن کدوم کسی بذاره بینج رو ببرم فلان. فقط خداست که میتونه قلب رو عوض کنه. ما اگه در اون سینه‌شو بشکافیم، یه قطعه، یه گوشتی هست اینجوری تپ 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 تپ، چی میخوای چیکارش کنی؟ بخوابونش، بیوشش کن. اونجا مسئله روحانی به کار میره که خدا باید اون قلب رو باز کنه، درسته؟ اوکی، لطفا بخون. شما نور جهان هستید. دیگه چی هستید؟ گفت شما نمکید و چی هستید؟ کی ما رو فراخوانده؟ عیسی. شما نورید و نمک. و نمیتوان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. دامش؟ نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند. خیلی جالبه. مرسی. نور ما باید تابیده بشه برای که کی شناسایی بشه؟ وقتی ما نور و نمک هستیم، هدف کیه؟ که مردم بیان ما رو بشناسن. ما منبع نور نیستیم، دقیقا. و کی رو میگه؟ تا خودش جواب داده، من دارم سوال میپرسم، رو متن نگاه کنی باشه. میگه در تا چه اتفاق بیفته؟ وقتی به وسیله این نور کی شناخته بشه، کی ستایش بشه؟ پدر آسمانی. کلام خدا میگه به وسیله. سوال من اینه که زمانی که شما با یه شخص صحبت میکنی، فرق نمیکنه یونانیه، چون بعضی وقت ما فکر میکنیم چون فارسی زبان نیست مسیرمون رو پیش میریم، اول اینه که آیا پدر، همیشه این سوال ازت خودتون بپرسید، زمانی که من با این عملم، با این کلامم، قبلش همیشه فکر کنید این کار رو، مثلا هر کاری انجام میدم، آیا پدر آسمانی من ستایش میشه یا نه؟ آیا تو هر مسئله، اگه تو میخوای ازدواجم کنید، هر چون میخوای هر کاری انجام بدید، آیا خدا از این ازدواج خوشنود خواهد شد؟ آیا خدا
به وسیله این محبت من جلال پیدا چون محبت هم گفتی حکمتانه است، بی حکمتانه است یا نه؟ مسئله بعدی، آیا این مسئله خطرناکه؟ آیا به وسیله این کمک منیت شناخته میشه یا خدا؟ چون بعض وقتا ما سر راه خدا قرار میگیریم، ما خودمون مانع میشیم. عیسی مسیح میگه دست راستت وقتی کمک میکنی به دیگران، درسته؟ تو بازم همینجا میگه دست راستت از دست چپت خبردار نشه. فرق نمیکنه از هر طریقی. اگه من دارم یه مسئله رو توضیح میدم یا یه اصلا موعظه میکنم، آیا من مردم من رو میشناسن یا خدا رو میشناسن؟ اینجا وقتی میای برای کی میای؟ من قبول دارم راجع به مسئله که بله کلیسای سالم و کلیسای روش کرده و بلوغ و فلان، همینا بحثای خودش رو داره، اصلا راجع به این صحبت نمیکنیم چون اون جمله اشتباهه. همه کلیسا هر جا درست، همه کلیسا هست، همه جا سر هست، اما چقدر اون کلیسا تسلیم مسیح باشه داستان خودش رو داره. خب پس میگه نور و نمک باشید. پس مسئله اینه که سوال من اینه که چطوری من نور و نمک باشم؟ حالا از جنبه مشاوره ای و ارتباطاتم، چون اینم زندگی منه، درسته؟ پس این مسئله مهمه. پس یکی از هدفهای ارتباطات گفتیم چیه؟ یکی از مهمترین هدفهای ارتباطات در کتاب مقدس اینه که مصالحه هست، خدمت، اون آشتی. آره، آیا زمانی که من پیام رو میرسونم با صلح و آشتیه؟ چقدر در اون پیامم به خدا اعتماد دارم؟ چون ممکنه شما با زور داری به مردم حمله میکنید. اوکی؟ مسئله دوم، هدف، بخشید، مورد دوم، دومی هدف ارتباطات کارش چیه؟ احیاه، خدمت احیا. اوکی؟ که شاهد بر این مسیح باشه. یعنی چی؟ احیا، احیا باز، آره نه به انگلیسی دارم فکر میکنم، احیا. اوکی، دومی هدف ارتباطات چیه؟ احیاه. پس یکی آشتیه، یکی احیاه. احیا یعنی چی؟ رابطه که شکسته شده با چی بشه؟ بهبودی بیابه، احیا بیابه، درسته؟ پس اول باید آشتی داده بشه با خدا. عیسی میگه که شما چی از خدمت آشتی بهشون، پولس رسول میگه خدمت آشتی به شما سپرده شده؟ ها؟ ها؟ کان آف، یه خب این شکستگی رو باید چی کار بکنیم؟ احیا کنیم، بهبود بیابین روابط، درسته؟ پس اینم یکی از بخشای دیگر. خب این به چه ربطی داره؟ عیسی مسیح چرا ما رو شاگرد ساخته؟ متی باب 28، متی 28 19 تا 20 بریم راجع فرمان مسیح هم نگاه کنیم. متی آخرین آیه، آیات باب انجیل متی، یعنی باب 28 آیات 19 و 20. فقط یک لحظه به من اجازه بدید که با شما هم قطار بشم. خب لطفاً آخرین آیات رو از آیات، آره 18 تا 20 بخون لطفاً. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم. اوکی. عیسی مسیح میگه برید امتها رو چیکار کنید؟ شاگرد ساز. بدون برقراری ارتباط با این ملت، با اون امت، با اون شخص میتونیم شاگرد بسازیم؟ ارتباط لازم داریم، درسته؟ بعد میگه ایشان رو به نام پدر پسر روح القدس تعمید بدید. بدون ارتباط با افراد، با اشخاص میتونیم اونا رو تعمید بدیم؟ درسته؟ نه. ایشون رو تعلیم بدید. چطوری میخوای یه نفری تعلیم بدی وقتی باهاش ارتباط درست نداری؟ به نظر شما تعلیم میگیره؟ تعلیم پذیره؟ اوکی؟ بعد میگه چی؟ عیسی مسیح به ما میگه من هر روزه تا انقضای عالم با شما میباشه. خدا خودش مشارکت دوست داره، خودش با همونه تا انقضای عالم، همراه ماست، درسته؟ پس مشارکت وجود داره. خدا مشارکتش رو، درسته اونجا اون شکستگی وجود اومد، اما به وسیله روح خدا احیا شد، ما صلح کردیم، رابطه‌مون چی شد؟
احیا شد. همون پیام رو ما به دیگران میدیم، اونا رو آشتی بدیم، درسته؟ و احیا کنیم. مسئله اینه که ما چطوری میتونیم در این مسئله نور و نمک باشیم که پیش بریم. بعد میگه که تنها تو نمیذارم، با شما ارتباط دارم، درسته؟ شما نیز باید با مردم اینجوری باید چی باشیم؟ ارتباط داشته باشیم. پس اگه میخوایم برای مسیح شاهد بهتری باشیم، باید ارتباط درستی داشته باشیم. اوکی. حالا چند تا روشی نیاز داریم که فوراً میگیم برای اینکه وقت چیز نشه. خب چه روشایی میتونم به کار ببرم که بتونم ارتباطات بهتری با مردم داشته باشم؟ اول همین چیز، یکی از آیه هایی که واقعاً زیباست که ما در احساسات ما کار داره، در بخش های متفاوتی از در واقع زبان ما، کلام ما، چیز بدنمون کار داره، یکی یعقوب باب 1 آیه 19 است. James 1:19. یعقوب باب 1 آیه 19 میگه در شنیدن چی باشید؟ نه 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 شنید. آره باش باش، درست گفت. در شنیدن چی باشید؟ James 1:19. یعقوب باب 1 آیه 19 ها؟ دقیقا. در شنیدن تون باشید، در گفتن، در خشم. بعضی همون صد احیست مثل کیلومتر دیدی گاز میده هر کدوم بوده یا موتور فرق نمون سریع گاز خام عادی درسته یه گاز بده میره تا بالا میچسبونه. بعضی همون جوری حرارت فورا بالا مثلا میگه همه همون من خودم اول همه نیاز دارم. پس در شنیدن چی باشید؟ تون باشید. در گفتن کن. نه که منظورش این نیست گفتن اینجوری ها میخوای کلمه رو بگید مثلا اینطوری تلفظ کنید نه اینجوری مردم فرار میکنن. این بخش جنبه روحانی ما هم در بر میگیره. شنیدن و صحبت کنال بیشتر صحبت میکنه. اوکی بریم سراغ چند روش که صحبت کنیم. اولین روش توسعه بهتر در استفاده از زبان بدن و ارتباط کلامی و غیر کمالی. کلامی زبان بدن چیه؟ نیاز به صحبت نداری، مردم تصویری نگاه میکنن، میگن این ویدیو اینشونه، درسته؟ خشم، کینه نگاه کردن به یه نفر، حرکتی انجام دادن، درسته؟ مثلا تو یونانی اینجوری درسته؟ دیدی؟ نیاز به صحبت نداره. اگه راندی کرده باشی بزن جلوشون، یا یک با دستتون، با یه حرکتی، با یه کاری زبان بدنتون فرق نمیکنه. ممکنه زبان بدنتون به این خشمونه نکشونه، اما زبان بدن شما چیز دیگری درباره شاهد بگه. خوب گوش کنید، زبان بدن همش خشم نیست. ممکنه شما تم افری، یا ممکنه با یک خانمی، یه مرد با یه خانم، یه خانم با یه مرد، برای بشارت، برای چیزایی که فلان، حرکتی از خودتون نشون بدید که چیز دیگری در مورد مسیح به اونا اعلام میکنه. okay؟ پیامی رو اعلام میکنید، عکسی رو میذارید، چیز دیگری در مورد شاهد بودن داره به اونا میگه. تصویر پیام به اونا میرسونه که آیا شما شاهد هستید یا نیستید. okay؟ همه اینها من باید خودم سوال کنه، فرق نمیکنه. okay؟ چطور زبان ما کتاب مقدس میگه قدرت تخریب رو بنا داره، مشخصه، درست یا نه؟ okay؟ شاید هم بعضی همشون نرسیم، من دو سه تا دیگه یکی دو تا شاید برسیم، بقیه‌شو میذاریم هر وقت دوباره نوبت من شد موعظه کنم این کار انجام میده. پس زبان ما قدرت چی رو داره؟ بنا و خراب. تو تشویقامون هم همینطوره، قضاوت کردنمون هم همینطوره، درسته؟ ما میتونیم شنوندمون رو تحقیر کنیم با این دین مسخرتون فلان و اینجوری و فلان. شما شنوندتون رو تحقیر میکنید، میکوبید اون رو بعضی وقتا، و این بار روش کار کنه. عزیزان نگید که من کوچکی اینطوری بودم، خواهش میکنم این جمله استفاده نکنید. باید مهارت پیدا کنید، توسعه کنید. من همینطور بودم. من یادم موعظه میکنم یه بار گفتم با شما چقدر دیگه به شما بگم فلان، اولا اوکی، دفعه دیگه یاد گرفتم که این جمله رو استفاده نکنم. وظیفه من عوض کردن اونها نیست، وظیفه من اعلام انجیله. خدا باید تبدیل کنه، خدا کارو باید انجام بده. من اولا جای خدام صحبت میکردم، جای خدام دفاع میکردم، مثلا یه جوری، درسته یه سری دفاعیت کلام خدا میگه در برابر کلام خدا. کسی به ما میگه خدا وجود نداره، بله من
از کلام خدا میتونم صحبت کنم راجبش جنبایی که بتونم، اما وظیفه اینه که با اون جنگ و دعوا را بدم، بحث کنم. دو نوع بحث داریم، بحث اونجوری یا بحث کلامی که بتونیم صحبت کنیم. بعضی وقتا میگن آقا اینطوری فلان و نه نیست خدا و اوکی اوکی وجود نداره، اشکال نداره، میتونی باور داری. من تلاش میکنم به تو یاد بدم، بهت نشون بدم آنچه که در زندگی من اتفاق افتاده و آنچه که کلام خدا میگه و آنچه که میتونم ببینم. بعضی باهات جنگ دارن، ما هم وارد جنگ میشیم، جالب اینه اون میگه وجود نداره، ما میخوایم بجنگیم اون ثابت کنیم. نه عزیزان، بگید مشکل نداره، من دعا میکنم خداوند به شما نشون بده توی مسئله، چون من کار نمیتونم انجام بدم. آره مناظره بهتره تا بتونیم بحث را بدیم. عزیزان تو فرنگا توی بخشی از جواب همچنین برای ما افغانها ایرانها یا فرق نمیکنه یونانی ها یا هر عزیزان زبان های نمادهای فرهنگی متفاوتی گفتن، یه نمونه رو مثال زدم. اوکی قانون ها و اصولات خودشون داره برای ارتباط، برای همین خیلی خوبه که بعضی وقتا بشناسیم. من یکی از استادامو میگفت رفته بودیم توی ترکمنستان و کجا، میگفت بعضی حرکات رو من انجام دادم، سریع اومدم بهم گفتن که این حرکات خوب نیست، مثلا نمیدونست ولی بهش گفتن. خوبی که بعضی وقتا یاد بگیریم. اگه توی فرهنگ میریم خونه طرف، نگید که چهار دیواری اختیاری هر تو دلم بخواد انجام بدم. یاد بگیریم که اونها چه چیزایی هست که نیاز دارن. درسته در بحث بشارت هم گفتن، چون یادمون نره ما داریم ارتباط انجام با افراد، ما را ارتباط میدونی احتیاج میدونی به چی داره، به فداکاری داره. اگه شما بخوای بگید که خب من هر روش خودمه همونطور که هست پیش میرن، باید بها بدی برای ارتباط. عزیزان همینطوری ساخته نمیشه، بها باید داده بشه. عیسی مسیح بها داد تا بتونه دوباره مشارکت ما رو با خدا درست کنه. اگه نخوای بها بی از خود هم برای هم خشک میشده، همینطور شما میتونی همونطور هر کاری دستتون انجام بدید، باید بها بدی. میدید بهاش چیه؟ مثل مسیح باید قربانی کنه خودت رو و از اون بگذری، تمرین کنید. من به تو نمیگم یه شبه فلان، اما از روی خدا بخوای شما رو کمک کنه توی مسئله. بعد برای ارتباطات تلاش کنید، زحمت بکشید براش و برای ارتباطات هزینه بپردازید. این کار رو انجام بدید، وقت بذارید، یاد بگیرید، تمرین کنید. امروز بگو خداوند به من کمک کن در برابر این شخصی که من همیشه دارم مبارزه میکنم، بهم یاد به طریق دیگری. بهتون قول میدم شما تمرین رو انجام بدید و خدا کمک میکنه که اون مسیر مسیر دیگری باشه. و میدونی دیگه وقتی هم تو عصبانیت تو هم تو همون کلماتی که بعد تو میاد چیزایی هستن، این چه اتفاقی میفته؟ وقتی از مسیر این چشیدن عبور کنه، هیچ وقت به مسیر قبلی دوست نداری برگردی، چون طعم چشیدن درست رو دیدید، طعم اطاعت از خدا رو چشیدید، دوست نداری به اون منطقه برگردی. و زمانی که برگردید روح خدا بهت نشون میده که اونجا جایی نیست که بمونی، فوراً از اون ببخشید از اون کثافت خونه برو بیرون، مثلا از اون مکانی که هستی. اوکی تا همینجا این همین یکو که گفتم من وای میسم که ادامهش همینو میخونم و موردهای بعدی رو میذارم برای دفعه‌های بعدی. ولی حتما این درس عالیه، واقعا برای من خیلی برکت بودم، دوست دارم که شما هم برکت ببینید، میدونم که استفاده میکنید. و بخش ادامه همین در مورد یک رو داریم، فقط داریم نگاه میکنیم. برای همین نمادها و مراقبت زبانهای بدنیمون باشیم، هم کلاممون هم زبان بدنمون، درسته رفتارامون حتی با همدیگه. عزیزان وقتی ما من و یک شخص دیگه که داریم میریم یه جا میخوایم بریم پیام خدا رو اعلام کنیم، اگه ما با هم تو جنگ و دعوا باشیم، چطوری میخوایم صلح خدا رو به اونا برسونیم؟ ما خودمون تو خانواده خودمون، چون بعضی وقتا میگه خانواده خودمون، اونم خانوادهمون، اینم خانوادهمون، عزیزان اینم خودمونه روحانی ما قرار داده شده، درسته؟ پس باید تو هر دو صلح رو ایجاد کنیم. اینا گفتیم که نیاز به توسعه دارن، مهارت‌ها نیازهای روش کار انجام بشیم. پس ایمانداران نه تنها به سن کلام خیش باید تلاش بکنن تا از کلمات مناسب و حکیمانه استفاده کنن و مسیر رو نشون بدن، همچنین به وسیله زندگی و زبانشون بتونن انجیل رو موعظه کنن. پس توسعه ارتباط‌های کلامی اگه درست اینا رو به کار ببریم و حکمتانه، باعث میشه از خیلی سوء تفاهمات کنارگیری کنیم. روزای اول اونا خوب میشنیدن، آدم و حوا راحت سو، هیچ مشکلی نبود. بعد سوء تفاهمات پیش اومد، اونا نمیتونستن درک کنن خدا چی میگه. برای همین ما اینجا امروزی همینجا هستیم، 50 تا چه میدونم چقدر پیامبر و نبی اومد، چون اونها دیگه قدرت شنیداری مناسب رو نداشتن، شکستگی داشتن. آمین. خدا بهتون برکت بده. عذرخواهی میکنم که همه رو نرسیدیم، ولی
خوشحالم که لااقل یه موردشو تونستیم توضیح بدیم. البته تو جنبه های زیادی رو نگاه کردیم، ولی در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. اوکی، بزنیم با هم دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم و از تو ممنونیم برای همین بخش. همه خداوند، ما میدونیم که در دنیای شکسته شده هستیم و ارتباطات ما سقوط کرده ای خداوند، ولی با خدمت آشتی، با آنچه که تو ما رو آشتی دادی با پدر، ای مسیح جان، توسط روح خودت ما رو احیا کردی. به ما کمک کن که بتونیم این جنبه زندگیمونم در جهت جلال نام تو پیش بره خداوند، و همونطور که تو ما رو تشویق کنی هر روزه به شباهت مسیح در بیاییم خداوند، زیرا ما شهروند دنیای تاریکی نیستیم، بلکه ما شهروند دنیای روشنایی و آسمانی هستیم خداوند. من دعا میکنم که خداوند روح تو در هر فکر، در هر قلب، در هر رفتار کار کنه خداوند، که ما خودمون رو به وسیله روح تو چک کنیم که آیا این برای جلال توست یا نه خداوند. و روی این مسئله، نه روی منی که اینجا وایسادم، بلکه روی تمامی کلیسا خداوند کار بکنه پدر جان، که ما بتونیم از این جنبه هم تو رو جلال ببینیم. به نام عیسی مسیح پادشاه ما، آمین. پیروزی هست، آزادی هست، پیروزی در نام تو عیسی. پر جلال است، پر قدرت است، پر جلال تنها نام تو عیسی. چون ترسان شدم، جانم خم شد، باز در تو سفر خواهم یافت. آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم.